سلام. سلام. ممنون که برای ما قلاب رو خوندی. اما سوالم اینه که اصلا چرا قلاب؟ کتاب قلاب دقیقاً یه کتاب توسعه کسب و کار. منتها کسب و کار رو چی تعریف بکنیم؟ مغازه خیلی سنتیه. امروزی بخوایم بگیم کسب و کار اینترنتی، بله. طراحی یه اپلیکیشن، بله. ولی حتی خود یه کتاب چی باعث میشه که شما یه کتابی رو وقتی میخونین کلن بذارینش کنار، یه کتاب وقتی میخونین چند بار دیگه برگردین بخونینش؟ مثلا من کتاب مرشد و مارگاریتا رو تا حالا 5 بار خوندم. قشنگم میدونم چه اتفاقی داره توش میفته، ولی دوباره برگشتم خوندم. یا بیشتر کسایی که بوفکو رو خوندن این تجربه رو دارن، اولین بار که میخونن یه فضای مهالود، شاید تیره یا ابزورد اینجوری بیاد تو ذهنشون، ولی دقیقاً یه قلاب، یه چیزی میندازه تو روح اون طرف و میکشدش. تمام حرفی که این کتاب میخواد بزنه اینه. منتها شاید یه ذره‌ای داره مثال بازاری میزنه، مورد پژوهی هم میکنه ها، یعنی تو حوزه کتاب هم وارد میشه، اما بیشتر حرفش تو فضای کسب و کار اینترنتیه. و شما اگر معادل سازی بکنید برای محصولی که شما دارین طراحی میکنید، یه جور بستنیه. شما مغازه دارین، غذا دارین درست میکنید، نمیدونم اپلیکیشن طراحی میکنید مثل همین کتاب، کتاب مینویسین، یه تابلوی میکشین، هر چیزی که به عنوان محصول شما داده میشه به مخاطبی، اگر توش قلاب نباشه کسی هم بخره میشه این مورد، ممکنه دومین بار اتفاق نیفته. اما به قول پائولو کوئلیو، چیزی که یه بار اتفاق بیفته شاید دوبار اتفاق بیفته، ولی چیزی که دوبار اتفاق بیفته حتما بار سوم هم اتفاق میفته و این میشه دومینو. قلاب یاد میده که چطور همچین چیزی درست کنیم و بندازیم تو مشتری و بکشیمش. مشتری رو خیلی دوست ندارم بگم، خیلی میگه مشتری ها تو این کتاب، ولی بگیم مخاطب. مخاطب رو دوباره به سمت خودتون جذب کنید. این ساب تایتلی که حالا اینجا آورده حرف قشنگیه، چگونه محصولات عادت ساز خلق کنید، مثل عادت چک کردن اینستاگرام یا ایمیل. همه این محصولاتی که آدم ها معتادشونن دقیقاً از روی این الگو دارن تبعیت میکنن. چند تا مثال میزنه. اتفاقا اینستاگرام که شما گفتین مثل نقل و نبات تو این کتاب پخش، اینستاگرام، پینترست، توییتر، فیسبوک و شبکه هایی که آدم ها رو به همدیگه چفت میکنه و میگه اینا یه سری تایید به آدم ها میده و این تایید ها مال امروز و دیروز نیست، مال دنیای اینترنت نیست، برمیگرده به زمان انسان های نخستین. یکی از الگوهایی که میگه الگوی پاداش شکاره، شکار که الان برای ما یه چیز غیر قانونی هم باشه شاید، از زمان انسان نخستین ما تایید پاداش شکار رو داشتیم و تو این کتاب مفصل راجبش صحبت میشه. پاداش قبیله‌ای رو داشتیم. قبیله الان کجا بود غیر از مثلا یه جای خاصی از دنیا؟ اینا نشون میده که این الگویی که تو ذات بشر بوده، از قدیم هم بوده. نویسنده میاره با فضای امروزی، با دنیای اینترنت، کسب و کار، اینا رو یه جورایی چفت میکنه، میخورونه به هم، نه یه جوری مصنوعی ها. توضیح میده که این الگوهایی که ما داریم تو این کتاب توضیحش میدیم مال امروز نیست، همش ریشه داره. ببینید که انسان نخستین چی کار میکرده، ببینید که مثلا تو جوامع بعدی فلان اختراعی که در قرن مثلا چندم انجام شد چجوری آدم ها رو دنبال خودش کشید. همه اینا از الگوی قلاب استفاده کردن، منتها شاید بعضی موقعا ناآگاهانه. این کتاب شما میگه چطور آگاهانه این کار رو انجام بدید. چیزی هم بود که تجربه شخصیتون باشه، یعنی مثلا یه جایی بخواید بگید که این دقیقا همون کاریه که من میکردم و الان فهمیدم که اون قلاب بود. آره، یه جایی فهمیدم معتاد بودم. مثلا من عادت دارم نرم افزار ایمیل رو باز میکنم، پیام تبلیغاتی زیاد میاد دیگه، پاکش میکنم. وقتی پاک میشه میگم آخیش. فکر میکردم من میگم آخیش. تو این کتاب میگه که اصلا اینو اینجوری طراحی کرده که تو هر روز بیای این ایمیل رو باز کنی، وگرنه اگه یه روزی باز کنی فرداش باز نکنی که این که نشد قلاب. من یه کاری باید بکنم، عادت کنی، محصولات عادت ساز. من یه کاری باید بکنم که تو رو دوباره بکشونمت. متوجه این؟ من فهمیدم که گرفتار این حلقه قلاب شدم. گرفتار حالا شاید لغت جالبی نباشه، خیلی از این نرم افزارا به دردمون میخوره، داریم باهاش کیف میکنیم، ولی بعضی موقع ها
از جملات خودم این کتاب هم مطرح میشه، شاید ناجوان مردانه. چرا؟ اصلا بحث اخلاق رو وسط میکشه. آیا این درسته که ما یه بازی رو درست بکنیم که نوجوان ها شب تا صبح بشینن پاش؟ یه نرم افزاری رو درست بکنیم که آدم ها تا تو رخت خواب هم موبایلشون رو با خودشون ببرن؟ اخلاقیه؟ ولی یه جایی میگه که این دیگه تقصیر خودته، خیلی هم هستن معتاد نشدن، تو هم نشد. آها عجب، یه دفعه آدم رو چیز میکنه آدم. آره، آره. یه دوراهی رو آدم رو سر یه دوراهی قرار میده که باید انتخاب کنی، ولی وقتی مثالا رو میزنه متوجه میشه که نه دیگه، من که این صندلی نیستم از اینجا ورم دارم بذارن اونجا، من تصمیم میگیرم. حالا تصمیم بگیر که معتاد نشی، ولی من همچنان ایمیل های نخونده هم پاک میکنم. یه حس شرمندگی میده یه جاهایی فکر کنم، نه که مثلا چرا من انگار افتادم تو این دام. کارو در میاره آقای ایال، یه جوری توضیح میده، توجیه نمیکنه ها، توضیح میده که کارش غیر اخلاقی نیست. کار آقای ایال که نویسنده این کتابه و کار همه کسایی که چه دونسته چه ندونسته، چه همین حالا تو سیلیکون ولی چه در زمان انسان‌های نخستین، از این قلابا استفاده کرده. اولین چیزی که من کتابو دیدم و برام جالب بود اون شروع مقدمش بود. بله. خاطرتون هستش یا می‌خواید برام بخونید؟ اصلا می‌تونیم قسمتی از مقدمه رو بخونیم با هم دیگه، که همه ما قطعی اینترنت رو تجربه کردیم، کلافگی و بیقراری ناشی از آن را احساس کرده ایم، حس تنهایی خودمان، رایانه و گوشی هوشمندمان. این چیه؟ این همون، باز میخوام بگم اعتیاد، ولی اعتیاد نیست، قلابه. یه چیزی داره که شما رو میکشونه. مثلا آلنکار درباره سیگار میگه نیکوتین، قلاب سیگار نیکوتینه. یه چیزی اولین بار که کسی سیگار میکشه درونش هست، واقعا دیگه هست، یه ماده شیمیایی به نام نیکوتین، اون تو میگه دوباره میخوام. حالا این همچین چیزی رو به صورت شیمیایی به شما نمیده، ترشح یه هورمونه تو مغز، یه حسه بهتر بگیم، اون حسه اون تو دوباره میگه میخوام، و چون دوباره میخواد انگار که یه قلاب نامری رو انداختن به مخاطب، دارن میکشنش. بار اول خوشمزه بوده، اون تو نشسته، حس خوبی داده، حالا که حس خوبی داده میگه بازم به عبارت ایجاد نیاز میکنه. ایجاد نیاز میکنه. شما یه نیازی داشتین یا کاملا تصادفی رفتین به سمت یه چیزی. خیلی خوب، هنر منه که شمایی که مخاطبم هستین و قلاب بهتون بندازم یا بشین اولین و آخرین بار که اومدی اینجا. شما مشتری گذری هستین، باشین اب نداره، ولی من باید با این ترفندهی که این تو یاد میگیرم یه کاری بکنم که بازم بیای. از خوش برخوردی، از نمیدونم کیفیت محصول، اینا خوبه ها، ولی اینا رو که همه میدونن. این کتاب سری ترفندهی جدیدی یاد میده که اگه اونا رو رعایت بکنیم خیلی عالی میشه. مثل اینکه کالای خیلی ارزشمندی داریم، شما محصولتون خیلی خوبه، خوش اخلاق هم هستیم، بس نخیر نیست، یه جنس خیلی خوشگلی داریم، یه ذره گرد و خاک داره، تمیزش میکنیم، یه اکسسوری هم میذاریم کنارش، گل میذاریم این ورته، این خوشگل میشه. این کتاب به شما یاد میده که این قلابه رو درست کنی، خوشگلش کنی. به تنهایی داشتن یه چیز خوب کافی نیست. مثالایی میزنه تو این کتاب خیلی عالی بودن ولی با سر زمین خوردن. چرا؟ مدل رو پیروی نکردن. خب پس ما میتونیم یه جوری اون عنوان کسب و کار رو برداریم و بگیم این کتاب برای همه ماها میتونه مفید باشه، از این جهت که یه جاهایی یه دفعه انگار چشممون رو باز میکنه که چه اتفاقی داشته رخ میداده و من نمیدونستم. دقیقاً. اگر بیایم تو این کلمه تجدید نظر کنیم، محصولات که مثلا یه غذا یا یه ماشینی که از یه کارخونه میره بیرون که نیست. من بدونم که این کتابی هم که من نوشتم محصول منه، من بدونم که این طراحی هم که من کردم، این خوشنویسی هم که من کردم، این محصول منه، این برخوردی که من دارم با این آدمه میکنم، اینم محصول منه. چیکار کنم که دوباره جواب سلام منو بده؟ من دارم معادل سازی میکنم، اما تو این کتاب راجع به این صحبت نمیشه ها، اینا دیگه خیلی خورده، ولی اگه معادل سازی کنیم به تک تک شئون زندگی آدم ربط داره. متشکرم. نکته‌ای باقی مونده؟ خیر، کتاب خیلی خوبیه. پیشنهادم اینه که اصلاً با فضای ذهنی بریم یه کتاب کسب و کاری بخونیم، به این کتاب نگاه نکنیم.
قابل تأمین به همه چیزه. خیلی هم عالی، ممنونم، متشکرم.